بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی. اینجا کهنباغ شهر ایران، شهر نیاسر هست، ایستگاهی که بهش رسیدیم و قراره به شما عزیزان بیننده معرفی کنیم. و اما جناب آقای نظری عزیز، سلام، وقت بخیر، شهردار خوب شهر نیاسر، سلام علیکم. شما رو بینندگان همسفر میشم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. اینجا کهنباغ شهر ایران نیاسر هست که ما خدمت شما عزیزان هستیم. آقای شهردار، برامون بگین اصلا نیاسر کجا ایران قرار گرفته و در چه شهرستان و استانی هستش و مشخصات جغرافیاییش؟ نیاسر در 15 کیلومتری شمال غربی شهرستان کاشان واقع شده و دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار زیادی، اهم از چارتاقی با قدمت 2500 سال، باغ تاریخی تالار، کوشک صفوی، حمام صفوی، آسیاب آبی، برج چالقاب، چنار رودا و مسجد پاچنار با قدمتی حدوداً 800 ساله. بله. پس میشه جزء ایلاقات کاشان دیگه، چون خود کاشان شهر کویری و در واقع جورایی میشه و گرم و خشک است. با توجه به اختلاف ارتفاعی که نیاسر نسبت به کاشان داره، در این مسافت کم حدوداً 750 متر اختلاف ارتفاع رو در این مسافت بسیار کم ما طی می‌کنیم و تقریباً جزو ییلاقات شهرستان و کاشان حساب میشه. و اینکه در اختلاف دمای هوا بین کاشان و نیاسر حداقل 10 تا 15 درجه هستش. درسته. بچه‌ها بهش میگن کهنباغ شهر. نیاسر با توجه به حجم فضای سبز و درختان کهنسالی که در این شهر واقع شده، معروف شده به کهنباغ شهر ایران. درسته. بعد باغ شهر رو ما معمولاً به فضای سرسبز می‌بینیم. خب از بالا من از کوشک نگاه می‌کردم، کاملاً سرسبزی رو می‌دیدم. این درختانی که سرسبزی اینجا رو تشکیل دادن، درختان مثمر هستن یا اینکه نه درختان جنگلی و خودرو؟ تقریباً 50-50 است. هم درختای مثمر دارن، هم از گردو، بادام، آلوچه و درختای دیگری که، و درختای غیر مثمر هم امثال، چون آب و هوایی که شهر نیاسر داره سازگاری داره با درختای چنار، سپیدار و درختای دیگری که نیاز با این آب و هوا خیلی سازگاری خوبی دارن. چقدر جمعیت داره شهر نیاسر؟ شهر نیاسر رو ما در سه قالب جمعیت میگیم. جمعیت ثابته اینجا که مرکز آمار ایران توی آبان ماه میگیرن، جمعیت حدوداً 2400 نفر هست. ولی در تابستان با توجه به همون ییلاق و اشلاق که حضرت عالی فرمودید، ماهای یعنی از فروردین تا شهریور به خاطر آب و هوای بسیار خوبی که داره حدود 10000 نفر جمعیت ثابت هست و جمعیت گردشگر هم که حدوداً 3 میلیون در سال رو ما داریم. درسته. ما خطه کاشان رو و اطرافش رو به گل و گلاب میشناسیم، به خصوص در فصل بهار. شما میتونید وقتی به شهرهای اطراف کاشان مثلا قمصر، نیاسر، جوشغان قالی، کامو و چوگان مراجعه بکنید. شهر برزوک و هومش که منطقه سده هستش، الان برداشت گل محمدی هست و به هر حال گلابگیری که یکی از آینه بسیار زیبا و خاص منطقه کاشان هستش. شهر نیاسر هم از این لحاظ غنیه و کارگاه‌های گلابگیری فراوانی میتونیم ببینیم اینجا که به هر حال گلابگیری هم رو انجام میدن و عطر گل محمدی در این فضا جاری و ساری. همراه و همسفر ما باش.
با سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، این جناب یاسر شاوردی در کارگاه گلابگیری جمشید تالاری هستم. میخوام شیوه گلابگیری سنتی یا باستانی رو خدمتتون توضیح بدم. طریقه گرفتن گلاب گل محمدی به این صورت هست که ما یک دیگه مسی داریم با یک پارچه مسی. ما گل محمدی رو به مقداری 30 کیلو گل محمدی رو داخل این پارچه می‌ریزیم، بعد آب داخلش می‌ریزیم، بعد ریش رو روشن می‌کنیم، بعد از اینکه به جوش اومد خاموش می‌کنیم، بعد از 2 ساعت آب به صدا که داخل دیگه هست اساره گل محمدی رو داخل خودش هضم می‌کنه، بعد دوباره ریش رو روشن می‌کنیم، این بخار آب از طریق این لوله‌هایی که هست وارد این پارچه‌های مسی میشه و آب خنکی که اطراف این پارچه مسی قرار داره این بخار آب رو تبدیل به اصطلاح گلاب میکنه. این زمانی که میبره به اصطلاح از 18 ساعت تا 24 ساعت زمان میبره. هرچه زمانی که به اصطلاح زیرش کمتر باشه و زمانش بیشتر باشه این گلاب بهتر و با کیفیت بهتری به اصطلاح داخل این پارچه ها میره. خب این گلابی که باشون گفتم یک گلاب معمولی بود، اما یه گلاب داریم به نام گلاب دو آتیشه. یعنی چه؟ یعنی که ما وقتی گل محمدی داخل این دیگای مسی ریختیم به جایی که آب روش بریزیم این سری گلاب بریزیم. گلاب که ریختیم دقیقاً به اصطلاح این گلاب دو برابر میشه از لحاظ کیفیت، از لحاظ بویی که داره. خب اینم به اصطلاح از همون 18 ساعت تا 24 ساعت طول میکشه، ولی گلابش هم تلختر میشه اما یه مقداری بویمون کمتر میشه. چرا؟ دلیلش اینه که ما این گل محمدی که کنار من هست این گل پراش اگر شما مزه کنید مزه تلخی داره. خب این تلخی گل محمدی، پر گل محمدی وارد این پارچه میشه و همین دلیل گلاب دو آتیشه مقدار بوی اون تیزتر کمتر ولی تلختر میشه. پس ملاک شناختن گل محمدی، گلاب گل محمدی تلخی گلابه، به بو نیست. گلاب تازه هم همیشه اولش مقداری تلخ هست، بوی اون کمتره، اما اگه در جای خنک قرار گرفته بشه این گلابش روز به روز جا افتاده تر، بهتر و بودارتر میشه که حداقل تا 45 تا 6 ماه این فرایند طول میکشه. بعد در مورد عرقیات گیاهی که شما اینجا دارین میگیرین، این خواص علمیه یا تجربیه؟ نه ببینید، این طبی که شما میبینید این طب از زمانهای قدیم برمیگرده، حتی از ابوعلی سینا، ابو ریحان بیرونی و اینا یک به اصطلاح علمی به این داشتن که میدونستن که گلاب گل محمدی که شما استفاده میکنید خب بهترین دارو برای اعصاب هست. به همین دلیل هست که به هر حال کسی جایی مثل قبرستون، جایی فوتی کسی هست، فوتی داره، این گلاب پخش میکنن، چون یه حالتی پیش میاد که واقعا فوق العاده است برای زدودن غم و غصه، برای اعصاب و آرامش اعصاب فوق العاده عالی است. این خواص گلاب بود که من به سلام خواص کمشو گفتم. سایر عرقیات هم اینطوری هست، مثلا عرق نعنا برای کسایی که معده‌هاشون درد میکنه، نه رفلکس دارن نه ترش میکنن، فقط درد میکنه، یعنی تو هضم غذا دچار مشکل هستن یا سرد هست معده‌هاشون، عرق نعنا خیلی خوبه. منتها برای کسی که به قول گفته این رفلکس داره، ترش میکنه یا اسید معده‌اش خیلی بالاست، نعنا خوب نیست، چون اسید معده زیادتر میکنه و این مریضی بیشتر میشه. منتها بهترین دارو باز براش عرق آبیشن هست که برای معده درد، رفلکس، ترش کردن معده خیلی خوبه. عرق کاستی برای اونها خوبه که کبدشون چربه یا حرارت بدنشون بالاست. یا بعضی هستن که به اصطلاح دچار کمخونی یا کمبود آهن هستن یا دچار سردردهای عصبی میشن، عرق دارچین خیلی خوبه. مثلا اونایی که قند خونشون بالاست، بوغنا خیلی گیاه خیلی خوبه، اینو انسولین طبیعی هستش. و سایر عرقیات که به هر حال هر کدومش یه نوع خاصیت، یه طبعی و برای یه نوع مریضی از هر هستن. نوع گیاهی میشه عرقشو گرفت؟ از هر نوع گیاه بله عرقشو میشه گرفت. مثلا عرق زنیان داریم، عرق آبیشن داریم، هل داریم، دارچین داریم، به خدمتتون عرض کنم که رازیانه داریم. از هر نوع گیاهی بگیم میشه عرقشو گرفت. و جالبه که خواص عرقیات بهتر از دمنوششه. چرا؟ چون عرقیات یه حالتی پیش داره که پیش میاره برای بدن که سریع جذب میشه و سریع اثر میکنه، اما دمنوشش مقداری طول میکشه تا بخواد جذب بدن بشه و به اصطلاح خواص خودش رو تو بدن آزاد کنه. حتما باید جنس دیگ مس باشه و نیچش آلومینیوم؟
ببینید زمانای قدیم این نیچه‌ها به اصطلاح از جنس نی بوده. خب و این دیگه همه مس بوده. الان هم نگاه بکنید تو بازارچه‌های مس فروشی کاشان یا یزد برید به اصطلاح هنوز تیمچه‌ها یا مسگر بازار مسگرا وجود داره و غذا داخل اونها هم خواصش بهتر هست، هم خاصیتش بهتر و هم به اصطلاح جا افتاده‌تر و بهتر و حتی خوشمزه‌تر می‌کنه. غذاهایی که ما داخل دیگه می‌پزیم درسته؟ و گیاهی عرقیات هم گیاهی هم که داخل این دیگاه مسی می‌ریزیم قاعدتا مثل همون داستان بهتر و با کیفیت بهتری به ما رسیده. یکی از قطب‌های گردشگری استان اصفهان و همچنین کشور هست که سالیانه تعداد زیادی از مسافرین و گردشگران ایرانی و خارجی رو در خود جای میده. به طور معمول در ایام گل و گلاب هست که از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه ما ترافیک زیادی از مسافران رو داریم و متاسفانه یا خوشبختانه این شهر در این فصل شلوغ هست، ولی منده باید بگم که نیاسر ایران کوچک هست که ما در چهار فصل نیاسر و زیبایی‌های اون رو میتونیم ببینیم، چه در بهار، تابستان، پاییز بسیار زیبا و زمستان که از جاذبه‌های بسیار طبیعی رو میتونیم در شهر نیاسر ببینیم. نیاسر با توجه به قدمت تاریخی که در اون دیده میشه، ما غار تاریخی رئیس رو داریم، با توجه به برداشت هایی که در گذشته انجام شده حدوداً بین 20 تا 25 هزار سال برمیگرده این قدمت این غار که در ایام پارسنگی هستش. چهارتاقی نیاسر در گذشته دو استفاده از اون میشده، یکی بحث آتشکده بوده و بحث‌های عبادتی که در اون انجام می‌شده و دیگری بحث‌های نجومی رو در این چهار با توجه به ارتفاع و آسمان بسیار خوبی که داره در گذشته هم به عنوان نجوم استفاده می‌شده و ما انقلاب تابستانی رو در اول تیر ماه و انقلاب زمستانی رو در اول دی ماه در این شهر داریم و همچنین احداث ساختمان رصدخانه که توسط دانشگاه کاشان رصدخانه قیاس الدین جمشید کاشانی احداث شده و پیشنهاد میکنم به همه بینندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند که از این رصدخانه دیدن بکنم در شبها و زحل و ماه رو در این شهر به نظاره بنشینم. سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، عزم مرقی هستم، راهنمای گردشگری نیاسر. اینجا غار رئیس هست که قدمتش بین 20 تا 25 هزار سال پیش هست.
کل مسیر غار 950 متر در 3 رشته. ورودی 2 از رشته های غار از اینجا هست. چیزی که در مورد غار گفته شده اینجا معبدی بوده متعلق به پیروان آیین میترا. در 3000 سال پیش درون غار یه سری مراسماتی انجام می‌شده، مراسمات چله نشینی داشتن. در انتهای مسیر ما قربانی کردن گاو رو داشتیم، مراسمی که ما هنوزم تو نیاسر داریم و روز عید قربان تو 7 محله نیاسر گاو قربانی میشه. دلیل این که گفته شده اینجا معبد هست و متعلق به پیروان میترا هست به خاطر این هست که یه سری فضاهای داخل غار هست، فضاهای محرابگونه، نزدیکی اینجا به آب و داده هایی مثل سر قوچ سنگی که اینجا پیدا شده. با اینکه اینجا ما تو دل زمین هستیم و تو عمق نزدیک 60 متری اینجا هم ما کمبود اکسیژن نداریم و اکسیژن اینجا از طریق یه سری دریچه هایی که به طبقات بالا هست و یه سری دریچه‌ای که به طبقات پایین هست تأمین میشه. تو مسیر ما یه شیب 5 درجه‌ای داریم برای هدایت آب‌های سطحی و آب‌هایی که از طریق ریشه‌های درختان به سطح غار نفوذ می‌کنن. در مورد کوتاه بودن سقف غار به خاطر این هستش که اینجا به خاطر عبادتگاه ساخته شده، غیر از این که توی دوره‌هایی هم دوره‌های ناامنی به عنوان پناهگاه ازش استفاده می‌شده، ولی کاربرد اصلی اینجا به خاطر پناهگاه بوده. و غیر از این که اینجا هم سقف اینجا مصالح سنگ رسوبی هست و کندنش سخت بوده. بله، یعنی اینجا دستکنده. بله، اینجا دستکنده. اینو یادم رفت بگم، اینجا شاهکار معماری دستکند جهان هست. در قدیم وقتی که ما وسیله ای نداشتیم اینجا رو با ابزار دست، با ابزارهای سنگی اینجا رو کندن. در مورد شباهت اینجا با شهر اویی باید بگیم که تنها تفاوت اینجا با اویی این هستش که اونجا اویی خاک رس هست و اینجا سنگ رسوبی هست. اویی صرفاً کاربرد پناهگاهی داشته و میتونیم بگیم که شاید به خاطر اینکه اینجا سنگ بوده انقدر سقفش کوتاه هست. بعد چرا بهش میگن رئیس؟ در مورد نظریه این که بهش میگن رئیس، گفتم به خاطر همون مراسم چله نشینی بوده که ما درون غار داشتیم و در نهایت بعد از این 40 روز اون فردی که موفق میشده این چله رو پشت سر بذاره میشده پیر، رئیس، مرشد. کلن اینجا 3 طبقه است. راه طبقات با از طریق یه سری چاهایی هست که در قدیم بدون نردبان بوده و از طریق یه کفره هایی که داخل این چاه‌ها بوده میرفتن طبقات پایین تر، الان یه سری نردبان گذاشتن. مسیر بازدید الان یک مسیر 150 متری رفت و برگشتی هست که ورودی و خروجیش یکی هست و یه ورودی دیگه هم داره که میخوره به پایین ساختمان کوشک، از پایین آبشار دید داره ولی قابل بازدید نیسته، چون که یک سری جاها هستش که سقف خیلی کوتاه میشه، مسیر باریک میشه تا جایی که باید حتی سینه خیز بری یه جاهایی رو. سلام میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. نیاسر شهر گل و گلاب و بلبله. سرانه فضای سبزش حدود 78 متر مربع است که خب این جای شکر داره. یکی از دلایل عمده‌ای که باعث شده مردم در واقع مسافرت‌های زیادی داشته باشن به نیاسر و گردشگر این شهر زیاد بشه، یکیش همین فضای سبز بسیار زیبا و فراوانیه که داره. در کنار در واقع پتانسیل های دیگری که نیاسر داره از نظر گردشگری، که مکان های قدیمی و زیبای نیاسر هست، این فضای سبز تونسته کمک
فراوونی بکنه به اینکه گردشگر زیادی رو بکشیم به سمت نیاسر. اما خب این همه فضای سبز میگم که جای شورت داره، ولی میطلبه که ما یه جوری این فضای سبز رو حداقل تو این سالهای خشک با این گرماهای اخیر با این کم آبی‌ها یه جوری حفظش کنیم. تلاش داریم میکنیم با زحمت فراوون کارگرای زحمتکش شهرداری، تدابیر بسیار خوبی که شهردار محترم شهر نیاسر، اعضای محترم شورای اسلامی شهر اندیشیدن. فضای سبز نیاسر رو علاوه بر این که نذاشتیم از بین بره، تونستیم الحمدلله تا الان حفظش کنیم. ولی خب مشکلاتی هم سر رامون هست که جا داره مسئولین شهرستانی، مسئولین استان، حتی دوستای تو وزارتخونه کمک کنن و بتونیم این مشکلات رو یه جوری مرتفع کنیم. اولین مشکلی که تو نیاسر میتونیم ببینیم اینه که نیاسر با توجه به این سرانه فضای سبز بالا فاقد یه چاه آب کشاورزیه، شهرداریش البته فاقد یک چاه آب کشاورزیه. شهرداری مجبوره برای اینکه این فضای سبز رو حفظ کنه آب از کشاورزای نیاسر بخره. خب به مرور زمان با وضعیت فعلی شهرداری‌ها یه همچین کاری سخت میشه، امکان پذیر نمیشه. اگر بتونن کمکمون کنن یه چاه آب برای شهرداری بتونیم مجوز بگیریم، حتما میتونیم این فضای سبز زیبا رو حداقل حفظش بکنیم. یه مشکل دیگه‌ای هم که تو شهر هست، من از شهروندان نیاسر خواهش میکنم که البته این چند ماه اخیر بسیار با ما همراه شدن. چند وقتی بود کشاورزا به دلیل سرمای زیادی که پارسال باعث خشکی درختاشون شده بود شروع کرده بودن به قطع بیرویه درختان که این وسط سبز و خشک رو با هم میبریدن. یه کارایی کردیم، ازشون خواهش کردیم، الحمدلله همراه شدن، جای تشکر داره از اینا. ولی بازم کمک کنن نسبت به قطع درختان اقدام نکنن، حداقل با هماهنگی با شهرداری باشه این کارا تا ما بتونیم جلو قطع درختان سبز و در واقع اینایی که آینده فضای سبز نیاسر هستن اینا رو بگیریم. من تشکر میکنم. مهندس نظری، وقتی ما داشتیم توی کهنباغ شهر نیاسر قدم میذاشتیم، به خصوص الان که دیگه ما داریم وارد تابستان میشیم یه جورایی، به خاطر اینکه آب و هوای کاشان گرم و خشکه و این گرما رو زود آدم حس میکنه و سرد و خشک در زمستان سرما هم زودتر آدم حس میکنه، ولی اینجا هوا بهاریه. همیشه این هوای بهاری رو شاهدش هستیم و حس میکنیم، یا اینکه امسال به خاطر بارندگی‌های اخیری اتفاق افتاده؟ در مورد این برامون توضیح بدین. حالا گفتین که نیاسر چهار فصله و چهار فصل میشه اومد و صحبت پایانی شما رو بینندگان همسفر داشته باشه. بله، ما در ایام بهار و تابستان همیشه این هوای بسیار خوب رو داریم و در پایان ضمن تشکر از حضرت عالی دعوت میکنم از همه بینندگان همسفر که در این شهر قدم به چشم ما بگذارن و تشریف بیارن و انشالله ما بتوانیم میزبان خوبی برای شما عزیزان باشیم. خیلی ممنون، تشکر از شما و دعوتتون. از شما بینندگان از برنامه همسفر دعوت میکنیم که به شهر زیبای نیاسر بیاین و از زیبایی های این شهر تاریخی بهره ببرین. همراه و همسفر ما باشین در سراسر ایران و آشنا بشین با جاذبه های دیدنی و تاریخی و گردشگری ایران عزیزمون. تا معرفی شهری دیگه از ایران زمین، خداوند مهربان یار و نگهدارت.